یکی از عزیزان یک کلیپی رو فرستاده از سخنگوی مجمع علمای شیعه افغانستان و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی سابقا، یکی از حجت الاسلام که از آخوندهای شیعه هست. ایشون صحبتهایی داشتن در عاشورای گذشته در مورد ویژگی های امام. این صحبت ها رو با هم بشنویم. در کتاب کبریت احمر یک داستان تکاندهنده را نوشته کردند. گفت در زمان امام صادق علیه السلام یک کسی آمد محضرش، گفت یا ابن رسول الله، دلم برای پدر متوفایم بسیار تنگ شده است. چه می شود این پدر خود را یک بار ببینم؟ گفت میخوای در خواب ببینی یا در بیداری؟ گفت چه بهتر که در بیداری. امام صادق قبرستان نزدیک بود، تشریف آورد. گفت اما شاید از دیدن پدرت پشیمان شوی، ولی درسی است، حالا که اصرار داری بیا. امام پای به قبر زد، گفت قم به اذن الله، آی میت برخیز به اذن خدا، ولی خداست، او تصرف ولایی در کائنات دارد، اراده اش اراده خدا شده است. قبر شق شد، مردی بیرون آمد، زنجیرهای آتش به گردن دارد، وضعیت خراب. امام صادق رو کرد، گفت هازا ابی کرد، ای پدر توست. این جوان دست و پاچه شد، تو پدر منی؟ گفت بلی، من پدر تو هستم. چی کار کردی؟ تو که نماز میخواندی، روزه خود را هم میگرفتی، من کار بدی از تو ندیدم. گفت پسرم تو خبر نداری، من عزاداران حسین مسخره میکردم، وقتی که دیگران سینه میزدن مثلا، گریه میکردن مثلا، میگفتم اینا را ببین، کهنه پرستی اینا را ببین، عقل کم اینا را ببین، دیدگاه محدود اینها را ببین. گفت دیگرا در مجلس امام حسین گریه میکرد، من خنده میکردم. گفت وقتی که روح از بدنم میخواست کنده شود، دیدم ملکی با خطاب به من گفت این انت یا مستهزئ الحسین، آی کسی که تو حسین استهزا کردی، ریشخند زدی، امروز تو کجایی که تمام ملائک عذاب منتظر توست؟ گفت وقتی که غسل میداد، آب غسل آتش بود، کفن در وجودم آتش بود، تا مرا در این خانه لحد آوردن تا هنوز معذب و سرگردان هستم. گفت تو پدر منی؟ گفت بلی. گفت وقتی که یک استهزا به مجلس امام حسین پیامدش این باشه، اونایی که در کربلا علیه زاده زهرا شمشیر کشیدن، اونایی که حسین لب تشنه سر بریدن، اونایی که خیمگانش را آتش زدن و خود رو مسلمان میگفتن، اونا چی کار خواهد شد؟ امام صادق علیه السلام بسیار زیبا میگه در مورد آقا ابا عبدالله، میگه ان الله تعالی وحب لجدی الحسین فی بدل قتله ثلاث، خداوند در بدل اون که امام حسین جدم با تمام هستی به میدان آمد و با تمام هستی در رای خدا معامله کرد، سه چیز به حسین بخشیده. خوب دقت کن، این سه از امتیازات ویژه امام حسینه که هیچ امامی از آن بهرمند نیست، حتی پیغمبر اسلام. عجیب است، این سه چیه؟ الاول، جعل الشفاء فی تربته، خدا شفا را در تربت امام حسین قرار داده، همون تربتی که شما روز پنج مرتبه خب پیشانی خود را به خاک کف پای امام حسین میگذارید. جعل الشفاء فی تربته، خاک کربلا شوخی بردار نیست، خاک کربلا خاک بزرگی است. ببین خاصیتی که خاک کربلا داره، خاک نجف هم نداره که خاک پدرش علی است، خاک مدینه نداره که خاک جدش پیغمبر است، خدا شفا را در این خاک قرار داده. لذا ما کام طفل با این خاک بالا میکنیم، ما با این خاک سجده میکنیم، ما تا مرگ با این خاک هستیم. وقتی که ما مردیم، در میان قبر ما هم تربت حسین باید باشه. امام کاظم علیه السلام فرمود در قبر حتما با میت تربت حسین بگذارید، که این خاک انیس میت است، مونس میت است. سینه میت را حتما با خاک کربلا حنوت کنید، که وقت نکره این آمد، یکی به دیگری میگه برو سینه این میت بو بکش، وقتی که بو میکشه این سینه خاک کربلا بو میدهد، میگه هازا عتیق الحسین، ای آزاد کرده حسین است، ای آدمی که در اینجا تنگ و تار در خانه تاریک لحد خوابیده، ای از دوستان امام حسینه. این یک، جعل الشفاء فی تربته، شفا در تربت امام حسینه. دو، و اجابت الدعا تحت قبته، خوش به حال کسی که کربلا رفته،
کسی که نرفته انشاءالله خداوند به عظمت ایشب بزرگ همه را به زودی کربلا برسانه. کسی که کربلا رفته خداوند تکرار در مکرر کربلا برسانه. در تمام قبه ها، حتی قبه پیغمبر در مدینه، حتی قبه علی در نجف، دعا زمانت نداره که قبول شوه، یا قبول میشه یا رد میشه. اما زیر قبه امام حسین، امام صادق میگه دعا بیمه شده قبولیش، زمانت شده قبولیش، دعای مشروع رد نمیشه، یا دیر یا زود خدا حاجت را برای تو به آبروی زیر قبه امام حسین عنایت خواهد کرد. پس اونجا زیاد باید آدم دعا کنه. این دو سیوم که بگم و التماس دعا. ولا تعد ایام زائریه جائیا و راجعا من عمره. امام صادق میگه خاصیت دیگری که جدم حسین داره اینه که او زمانی که زوار از خانه خود حرکت میکنه تا وقتی که به خانه برمیگرده 20 روز وقت میبره، 15 روز وقت میبره، 1 ماه وقت میبره، روی عمر زائر حساب نمیشه. یعنی چی؟ یعنی 1 ماه از عمر زائر کم نمیشه. اگر آدم مکه بره همو 45 روز از عمرش کم میشه، اگر مدینه بره همیه، اگر تنها نجف بره همیز، مشهد بره، زیارت های دیگه. اما وقتی که به نیت زیارت امام حسین حرکت کنی دیگه تا به خانه برگردی عمر استاد میشه، عمر به احترام امام حسین متوقف میشه. این 1 ماه از عمرت کاسته نمیشه. این گفته من نیست، قول امام معصوم، قول امام معصوم فرمایش خداست. دوستان عزیز، یعنی سبحان الله، در سال 2024 در قرن 21 یعنی هنوز هم این گونه انسان‌هایی وجود داره که این حرفا رو بر منبر میزنه و یک سری مردم هم پای منبر نشستن قبول میکنن. آنچه که ایشان گفت سر تا سر توهین به الله سبحانه و تعالی، توهین به رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی دعا در نزد حسین حتما قبول میشه، در نزد پیامبر امکان داره قبول نشه. خاک کربلا، خاک حسین از خاک پیامبر با ارزش تره. یعنی همه صفاتی رو که باید رسول الله صلی الله علیه وسلم داشته باشه از ایشان بالاتر حسین داره. یعنی این چه دینی است، این چه مذهبی است، این چه اعتقادی است، انسان تعجب میکنه.